بامداد با امروز زلزله‌ای به بزرگی 7.8 ریشتر جنوب ترکیه را لرزاند. شدت این زمین لرزه به حدی بوده که در عراق، سوریه و لبنان نیز احساس شد. همچنین ساعتی قبل نیز زلزله مهیبی با قدرت 7.5 ریشتر مرکز کشور ترکیه را به لرزه درآورد. های اولیه از کشته و مصدوم شدن صدها نفر و تخریب گسترده خانه ها در مناطق مرزی ترکیه و سوریه حکایت دارد. شبکه خبری الجزیره گزارش داد که شمار جانباختگان به 912 نفر و شمار زخمی ها به 5385 نفر در این کشور افزایش یافته و نیز بیش از چند هزار منزل مسکونی در این زلزله تخریب شدند. خبرگزاری الجزیره نیز گزارش داد این زلزله در سوریه نیز دست کم 592 کشته و بیش از 1089 زخمی بر جای گذاشته است وزیر کشور ترکیه گفته دست کم ده شهر از جمله عثمانیه، آدانا و دیاربکر بر اثر زلزله آسیب دیدند قابل ذکر است عملیات آوار برداری برای یافتن کشته شدگان و آسیب دیدگان از همان ساعت های اولیه آغاز شده است از سوی دیگر برخی منابع خبر دادند که این زلزله مهیب تقریبا همه منطقه غرب آسیا و شرق مدیترانه را به لرزه درآورد گزارش رسانه های ترکیه نشان می دهد که این زمین لرزه در مرز ترکیه و سوریه و در 26 کیلومتری شمال شرق غازیانتپ ترکیه رخ داده و علاوه بر ترکیه بخش از سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، اردن، مصر، عربستان و بخش‌هایی از اوکراین و اروپا از جمله یونان نیز بر اثر این زلزله لرزیدند. شاین ذکر است یک زمین هلندی به نام فرانک هاگرپس دو روز پیش با انتشار توییتی زلزله جنوب ترکیه را پیش بینی کرده بود. وی در توییت خود نوشته بود دیر یا زود زلزله در حدود بزرگی و به بزرگی 7.5 دهم ریشتر در این منطقه رخ خواهد داد.